کار که ازتون پخش شده مجموعه مهمانی دیگه درسته؟ مجموعه مهمانی ما عروسک‌هاش رو ساخت. یه توضیحی درباره این ایده عروسک‌های مجموعه مهمانی میدین؟ مثلا شخصیت بچه رو چطوری با اون شکل دروردین؟ قیمه رو چجوری اون شکل تعریف کردین؟ ببین من وقتی که قراره یه شخصیتی خلق کنم اصلا دیگه دائم دارم به آدم ها نگاه میکنم. باور کنید مثلا حتی قبل از اینکه شروع کنم، وقتی که قرار شد این پسر گل فروش درست کنم، این اتفاق برام افتاده بود. یه بچه ایمانی بود مثلا خواسته با من گل بفروشه، همش چهرهش تو ذهنم بود. دیگه شروع که میکنم روی اون تصویر که دارم پیش میرم، میگم بعد یه دفعه یه لحظه ایه که در میاد. این موقع که شروع میکنم شاید اصلا حالا یه صحبت و بحثایی رو جبه کارکتر شده از قبل، اون که اگر خودم قصه ای داشتم به کارگردانی کردم میدونم الان چی توی ذهنم باید بره جلو. ولی واقعیتش یه نفعه میشه یه لحظه هست که من فکر کنم این الان همونه. گفتم قبلنم یه لحظه هست که عروسک داره منو نگاه میکنه. توی تمام مدت من دارم روی اون متریال نگاه میکنم، ولی وقتی اون به من نگاه میکنه این بار که دیگه جون گرفت و اونی که شد که من میخوام. عروسک رو دوست داشتنی هم دیگه کلیم. حالا توی این به خصوص مجموعه که دارین راجبش صحبت میکنید خوبه. ببینین من عروسک رو که میدم اون صدایی که به روش گذاشته میشه یا براش صحبت میکنه، بعد با عروسکی که اون بازه، اون شخصی که عروسک رو بازی میده، اینا تاثیر میذاره. من همیشه میگم این کار نمایش عروسکی واقعیتش میگه همکاری و یه گروه که کار خوب بشه یا بد بشه. کلا من همه عروسکایی که ساختم دوست دارم، چون میگم واقعا عروسک دوست داشتنی هم، ولی در حال حاضر اصلا از دستشون میخوام فرار کنم. توی لحظه ای اصلا دیگه نمیخوام به حتی این کار عروسکی فکر کنم. زمانی که آدم خسته میشه و دیگه ببخشید عروسکا من الان فعلا حوصله دونو ندارم. این ارتباط با عروسکی ارتباط برقرار بکنه خود مثلا آقای مجری خیلی تاثیر داره، باورپذیر بودنش برای اون که اونو به عنوان عروسک نبینم، اون یه موجوده. من که میگم شروع میکنم دیگه اون برای من متریال و ماده نیستش دیگه، داره کم کم تو میگیره و یه شخصیت باورپذیری بازی دهنده عروسک، اون که صداشو میگه روی اون باعث میشه که بقیه همونو باور کن. برای ساخت عروسک های مهمونی چقدر زمان گذاشتید و گروهتون چند نفره بود برای ساخت این عروسک ها؟ من روی تمام کارهایی که انجام دادم واقعا گروه خوبی دارم، بچه هایی هستن که همیشه همراه همن، اینا همه به من کمک میکنی، من ازشون قدردانم واقعا. خانم پرسان امتی مقدم، خانم رویا ناصری، دخترم خیلی هم به من مشاوره میده هم کمکمه، همسرم، واقعا خانواده خیلی من قبول داره و به من این انرژی رو میدن. از همشون واقعا تشکر میکنم. ممکن یه کاری شبانه روز و با عجله انجام بشه یه ماه کار برید، ولی ما 4 ماه بوده کار کرد. با
حساب عروسک های مهمانی تا الان شما چند تا عروسک خلق کردین؟ من یه نمایشگاه عروسک گذاشتم خیلی سال قبل. اون موقع حدود 120 تا اینا بود. اون که میگم شاید نمیدونم 20 سال بشه. بعد از اون دیگه نشمردم واقعا که ببینم بعد از اون تاریخ که عروسک ها زدم. مثلا فکر کنید شهر موشا خودش 100 تا عروسک بود. خب باز ما یه اکیپ بودیم، یه گروه بودیم که من به سرپرستی من این کار انجام شد. اونا رو هم بخوایم حساب کنیم خب تعدادشون زیادش. من اون نمایشگاهی که گذاشتم 2 ماه عروسک ها رو تعمیر میکردم فقط. چقدر نامه بعد میگرفتم میبرم، چون عروسک ها پیش من نمیمونه. از تهیه کننده ها خواهش میکردم اینا رو بدن. میرفتم تلویزیون از توی آرشیو اینا رو در بیارم و واقعا از زیر خروارها خاک و عروسک هایی که رو هم ریخته بود در بردم. من اینا رو تعمیر کردم. یعنی اون موقع خیلی خوب بود که تو اون مرحله به اینا رسیدگی میشد، ولی دوباره مجبور شدم پخششون کنم و به هر کسی که گرفته بودم پس بدم. به نظرتون چرا الان فیلم سینمایی عروسکی با اون میزان استقبالی که اوایل دهه 80 از مجموعه کلا قرمزی تو سینما مثلا میشد دیگه نیست؟ زمان از نظر فرم زندگی ها خیلی متفاوت بود با الان. الان باید به شرایط و خواسته هایی که الان بچه ها دارن توجه بشه. میشه باز دوباره به همون شکل کارایی کرد که میشه باز پر بشه. کار خیلی مشکلیه. همه چیش باید ساخته بشه، همه چیش باید خلق بشه. خب یه تهیه کننده ترجیح میده مطمئن بشه که پولش برمیگرده اگر از هنرپیشه‌های معروف استفاده کنه. این بالاخره یه چیز مشخصیه. کمتر ریسک میکنن که بیان بگن ما از تو میخوایم یه چیزی بیای که متفاوت باشه. اگر خوب بود که خب چه فبه، اگر نه پول و وقت و زمان در این مورد گذاشته بشه. یعنی اینجوریه که الان واقعا تا مطمئن نباشه تهیه کننده که پولش برگشت میخوره یا زودی در این مورد داره این کاری میکنه. یکی از مسائل هم که خیلی غیر تخصصی هم در این مورد زمانی متخصص کارای سینما و نمایش عروسکی تا فیلم عروسکی نمیان، نیستن که پول دستشون باشه و بخوان سرمایه گذاری کنن. سرمایه دست آدمایی که اصلا این کار نیستن. خودتون الان کار جدیدی در دست دارین؟ کار برده میکنین؟ نمایش کار کار جدیدی میخوام انجام بدم، ولی در واقع توی هنوز توی پیش تولید به اون شکل وارد نشدم، ولی خیالش دارم. این در حد ایده است. از بین اون گروهی که دهه 60 70 کار میکرد شما بودین، مثلا آقای تماس بود، آقای جبلی، خانم سعادت، آقای پور شیرازی، فقط شما پشت دور میموندین؟ چرا؟ به خاطر اینکه کار عروسکی خیلی کار سختیه. همه خوب گفتیم بیشتر بچه‌ها که اومدن خب هنرپیشه شدن و این کار ساخت عروسک کار مشکلیه. کار تولید فیلم و نمایش عروسک کار مشکلیه. شاید من از همشون جون سخت‌تر. در باره مالکیت عروسک ها با هم صحبت کنید، اینکه شما به عنوان سازنده عروسک آیا مالکش محسوب میشین یا نه؟
عروسک که مال منه، تعلق خاطر رو دارم که این عروسک مال منه. حالا از نظر قانونی، چون من با هر کدوم از دوستان که کار میکنم باهاشون میپرسم که مثلا این کپی رایتش برای منه، اینجور جواب داده میشه که تو ایران که کپی رایتی وجود نداره و هیچ قانون مشخص و درستی در این مورد نیست. من به عنوان طراح و سازنده عروسک یه حقی دارم، کسی که صدا میگه، کسی که عروسک رو بازی میده و حالا تهیه کننده کارگردان اینا. به هر حال اینجا این به نسبت هم بخواهیم حساب کنیم یه نسبتی از نظر قانونی من حق دارم، ولی همیشه عروسک مال من. بستگی داره، مثلا اگر که چه قراری بذاره تهیه کننده، اگر برای تلویزیون باشه تو آرشیو میمونه، اگر نه توی دفتر خود تهیه کننده میمونه، یا سینمایی باشه تو دفتر سینماییشون میمونه. تجربه بازی‌دهندگی عروسک داشتین چقدر براتون لذت بخش بوده؟ بله، من خیلی عروسک رو بازی دادم. خب معروف‌ترینش پسر خاله است. خودتون علاقه دارین عروسکی که خودتون می‌سازین و بازی‌دهندگی‌تون هم انجام بدین؟ حتما. اینکه حالا خودم ساخته باشم نه، عروسک‌های دیگه‌ای هم خوب باشه دوست دارم، ولی این که من خودم بتونم بازی بدم، یعنی میدونم چجوری بازی بدم، کمک می‌کنه به من که عروسکی رو بسازم که خوش دست باشه، راحت بشه بازیش داد. عروسک‌ساز با عروسکش چه رابطه پیدا میکنه؟ علاقه‌اش پیدا میکنه؟ چه حسی به عروسکش پیدا میکنه؟ چه که خودش خلق کرده؟ آره، برای من اینجوریه. این که مراحلی که من دارم میکنه کار رو انجام میدم، عروسک رو خلق میکنم، همش با منه. احساس میکنم عروسک ها رازدار منن. سختی های کار رو دیدن، همچنان از ابتدا که به چه شکل شروع میشه تا به سرانجام برسه نظاره کردن و بودن، این یه حسی هستش برای من. ممکنه اون برای من یه شخصیتی داشته باشه، ولی وقتی میره جلو دوربین حالا نقش بازی میکنه، حالا نقشش عوض میشه. اون کاراکتری که قراره بازی کنه رو داره مثل یه هنرشه بازی میکنه. شده با عروسکتون حرف بزنیم؟ بله، یه موهای خیلی فوششون دادم. آمه محبوب، هزینه کلیه تولید یک عروسک چقدر میشه؟ الان یا الان؟ فرق داره. به هر حال این بالا پایین شدن قیمت ها و به همین شکل که متریال ممکنه گرون بشه، خب روی این هزینهش تأثیر داره، ولی هزینه واقعیش دست منه، چشم منه، کمر منه. من اینا رو هزینه کردم برای عروسک‌ها.